دوستان عزیزم، امروز میخوام بهتون یه سس مکزیکی ایتالیایی به نام سالسا فلوری یادتون بدم که این سس خیلی خوشمزه است و کاربرد بسیار داره در غذا. گوشت نیست، پیاز و گوجه فرنگی، فلفل دلمه، فلفل سبز، قارچ و کبابی میکنیم. اگه بتونید روی زغال کبابی بشه که دیگه خیلی خوشمزه تر میشه. و من روی گاز اینا رو کبابی کردم همین جوری که در ویدیو میبینید. حدود 4-5 تا لیمو ترشم کنار گذاشتم که لیمو ترش تازه رو آبش رو میگیریم و به موادمون اضافه میکنیم. تمام مواد رو به جز لیمو ترش ما توی مخلوط کن میریزیم که اینا رو حسابی با هم میکسش کنیم. گیشتیزم که در ویدیو قبلی که بوریتو رو نشون دادم گفتم حرف اول رو توی غذاهای ایتالیایی و مکزیکی میزنه. ما اینو مخلوطش میکنیم به حدی که تمام مواد ما با هم یکسان مخلوط بشه. حالا اگر یه ذره مثلا گیشتیزاتون درشت در بود چه اشکالی نداره، خیلی هم قشنگ میشه. ولی خب اگر همه موادتون یک دست مخلوط بشه خیلی خوب بهتره و این یک سس خیلی نرم و سس خیلی خوشمزه و یه دست درست میکنیم. خب بله، الان این موادی که ما کبابی کردیم به اندازه کافی مخلوط شد. من دارم الان لیمو ترش تازه بهش اضافه میکنم که بستگی داره، اگه زیاد ترش بخواید باشه میتونید که مقدار لیمو ترش رو زیاد کنید، ولی حواستون باشه باید این مواد شما وقتی لیمو بهش اضافه میشه یه حالت فرنیتوری داشته باشه، یه حالت نه صفر باشه نه شل باشه. اگه صفر باشه که شما نمیتونید به صورت روان روی غذاتون بریزید و اگر خیلی آبکی هم باشه واقعا اون سس دیگه ارزش به اون صورتی نخواهد داشت. بعد تخم داخل فلفل قرمزم من توش ریختم و یه مقدارم برای تزیینش روش میتونید بریزید. این سس ما آماده است. شما میتونید با هر غذایی که دوست دارید میل کنید. مرسی که نگاه کردید و مرسی که با من همراه هستید.